من جابر انصاری هم، محمد رضا جابر انصاری، حدود 37 ساله که کار میکنم در زمینه صنعت و مدیریت. در تأسیس و راه اندازی بیش از 20 شرکت و مؤسسه مشارکت داشتم. الان هم رئیس هیئت مدیره 3 تا شرکت هستم، 2 تاشون بورسی هستن، در بورس هستن و بیش از 1000 نفر پرسنل تشکیلاتمونه. برای کسی که تازه کار رو شروع بکنه یا جوانان کارآفرین، من فکر میکنم که اولین شرط مهم داشتن انگیزه قوی و علاقمندیه، که حالا اگر با دانش مربوطه و تحصیل مربوطه و مهارت هم همراه باشه که چه بهتر. و من توصیه‌ام اینه که اگر کسی کاری رو علاقه نداره بهش و کم علاقه داره، البته به شرطی که اطلاعاتش رو کامل بکنه، یعنی درست بشناسه، نباید شروع بکنه. و بحث بعدی میتونم بگم مشورت و گرفتن اطلاعات کافیه برای شروع کردن یک کاری. آسون گرفتن و همت و اراده. همت کردن برای یه کاری، یعنی شروع کردنش در واقع، و نترسیدن با توکل به خدا و توکل به خود شخص. این میگن، بعضی ها میگن همت و شروع کار نصف کار حل میشه. کسی که کار رو میخواد شروع بکنه باید که کار رو سهل بگیره، آسون بگیره، خود کمترین هزینه این کار رو بکنه، هزینه‌های زیادی تشریفاتی برای خودش نباید درست کنه و باید که سعی کنه مرتبا از پولی که به خودش درآمدی که کسب میکنه زیادش بکنه و به اصطلاح به افزایش هزینه‌اش کمک کنه. سابق هر کسی میخواست یک کاری شروع بکنه در زمان ما بیشتر به ساخت یک محصول یه چیزی فکر میکرده. من فکر کنم امروز با توجه به وسعت اطلاعات هم که هست، بیشتر مثلا فروش یک چیز مهمه. حتی آدم وقت خودشو، خدماتشو یا در صورت ایدهشو بخواد بفروشه، باید فروشنده خوبی باشه و باید در این زمینه کار کرده باشه. کار باید اکانومی اسکیل باشه، حتما باید در یک مقیاسی باشه، چون شما نمیشه یک مقدار زیادی زحمت بکشین برای یک آتپوت کم. اکانومی اسکیل بودن کار شرط موفقیت و شفاف بودن. میتونم به عنوان آخرین مطلب بگم که شفاف بودن در حساب و کتاب و زندگی با مردم و قانون برد برد رو خودش آدم بذاره جای دیگران، که وقتی بخواد هر معامله، هر مشارکتی، هر کاری بکنه و بعد امضای خودش رو خیلی اهمیت بده، تعهداتش رو، یعنی قول و اعتبارش رو از اول کاری که میکنه باید خوب حفظ کنه که بشه شخصی معتبر. وقتی معتبر شد و مردم اطمینان کردن بهش، وقت سرعت ترقی یا پیشرفت بیشتر میشه.